با درود فراوان به شما عزیزان به یکی دیگر از برنامه‌های ندای درون خوش آمدید. من دکتر فوجان زینی هستم. این برنامه مال شما است و راجع به مسائل روانشناسی، در حقیقت مسائل زندگی شما، ولی از دیدگاه روانشناسی با متخصصین صحبت می‌کنیم. امروز خوشحالم که دوستی رو در کنار خودم دارم، متخصصی رو در کنار خودم دارم که متخصص روانشناسی نیست، ولی محقق هست و ریسرچ کرده راجع به نوروساینس و با بزرگترین سایکیاتریست ها صحبت کرده. من باید اینکام بذارم تا بتونم اینو براتون بخونم، چون با آقای ناصر صالحینیا. ایشون یه مقدار زیادی از تحقیقاتی رو که انجام دادن در مسئله مغز و کاگنیتیو ساینسز و ایسترن اند وسترن تیچینگز و با دکتر استن گروف، رینوند برین ریسرچر و روان پزشک، ایشون کار کردن و برای سالیان سال هم در دنیای بیزنس و کورپوریشن و در حقیقت موفقیت یک شخص در جایگاهی که داشته لیدر بوده توی کمپانی داشتن انجام میدادن. چرا من از ایشون درخواست کردم که تشریف بیارن و با ما صحبت بکنن؟ برای اینکه یک کتاب بسیار بسیار عالی رو تازه پابلش کردن، You Lead You، که میتونین رو از amazon.com دریافت بکنین و یا از خود youleadyou.net دریافت بکنین. و این کتاب رو کلی زحمت روش کشیدن به خاطر اینکه تمام مواردی که یاد گرفته بودن در سالیان سال از تجربیاتی که داشتن و تحقیقاتی که کردن همش اومده توی این کتاب و راجع به مغز شماست و من ما هاست. و جالبیش اینجاست که از در جایگاه تحقیقاتی که کردن و ایسترن و وسترن استادیز تونستن اینها رو در کنار هم بیارن و تمام سابقه ای که در کورپوریشن داشتن رو همه و همه رو در کنار هم گذاشتن و همش اومده در این کتاب عالی. خوش آمدید. تشکر میکنم فوجان جان، مرسی برای وقتتون، مرسی که منو دعوت کردین به برنامه‌تون، متشکرم. جناب سالینی، یک اینطوری شروع شده این مبحث که یه کسی که مستری میگیره که تو زندگیش حس میکنه که من میتونم یک کاری رو بسیار بسیار عالی و به حالت کامل انجام بدم و این قسمتیه که ما یک مستری رو در راجبه یه چیزی خارج از خودمون انجام میدیم و در مسائل زندگی خارج از خودمون انجام میدیم و این رو تفکیک میکنی در کتاب You Lead You به اونی که با خودم چی؟ سلف مستری. و این دوتا رو با همدیگه تقریبا تمیز کردیم. ممکنه به دوستان ما بگی که تفاوت اینها از چه دیدگاه این تفاوت ها رو گذاشتی؟ حتما با اجازتون، قبل چون سه تا لغت رو من استفاده خواهم کرد، یکی لغت مغز خواهد بود، یکی لغت ذهن خواهد بود که همون برین و مایند بشه و یکی لغت افکار خواهد بود که اونم فکر میشه. گفتم برای اینکه هممون در یک جهت حرکت بکنیم، اگه اجازه بدین برای چند دقیقه من این سه تا لغت رو اونجوری که من میفهمم و در کتابم نوشتم این رو توضیح بدم. مغز اون چیزی هستش که ما به صورت واضح میتونیم ببینیم. اگر جمجمه‌مون رو باز بکنیم میبینیم که یه دونه ارگانی اونجا هستش که مثل حالت ابر مانند میمونه، در جمع 3 پوند وزنش هستش، حدود 100 یه عالمم چروک داره. صد درصد و حدود 100 بیلیون سلای مخصوصی داره که بهش میگن نوران، که همون سلای عصبی هستش. این 100 بیلیون به 10,000 تا دیگه نوران وصل میشه و تقریبا تو این سپوند مغز ما حدود 1 تریلیون نوران وجود داره و این 1 تریلیون نوران بسته خودشون رو وصل میکنن به یه سیستم دیگه که بین 1,000 تریلیون سینپس بهشون میگن و جوری که برین اینفورمیشن رو به اصطلاح پروسس میکنه، اینفورمیشن رو میفهمه، از طریق رد کردن این اطلاعات درون این سپوند هستش. مایند چی هستش؟ اون چیزی رو که ما نمیتونیم ببینیم ولی حسش میکنیم و اون چیزی که کاربرد برین رو توضیح میده ما بهش میگیم مایند. ما مایندمون رو چجوری تجربه میکنیم؟ فکر رو این ذهن مایند یا فکر؟ ذهن هستش که همون عقل میشه گفت و فکر چیزی هستش که اون وقتی که مایند کار میکنه اون چیزی رو که ما تجربه میکنیم بهش میگیم فکر. تنها کاری که مایند میکنه این اطلاعات عظیمی رو که مغز ما میفرسته جلو و عقب درون خودش و 99% ما رو این هستش که بالانس ما رو چجوری نگه داره و چجوری اون سروایول ما رو، اون حس بقای ما رو نگه داره، به طور کلی ما
رو زنده نگه داره کار برین این هستش. کار از 5 تا حس کمک میگیره دقیقا. که اون 5 تا حس در حقیقت اطلاعات داره بهش میده، اطلاعات رو میگیره و سنجشی براش به وجود میاد دقیقاً و بعد فکر تولید میکنه و ما تجربمون اون همه اینها تو فکر میاد دقیقاً میاد در ذهن. کاری که ذهن میکنه ما در ذهن به چیز اطلاعاتی که رد و بدل میشه به اصطلاح معنی میدیم، یه چیز خوبه یه چیزی بده، یه چیزی چرا اینطوری هستش. تمام افکارمون که از ذهن رد میشه ما در یک زمانی بهش یک معنی دادیم. بنابراین این سه تا لغت چیزی هست که چون در صحبتمون استفاده میکنیم گفتم شاید یه توضیحی بدم. و فکر وقتی که دارین صحبت میکنین اینه که افکار ممکنه بیاد ولی بعضی ها از اون افکار معانی اضافه‌ای بهش داده میشه. 100% افکار به طور کلی وقتی که از همون که شما گفتین از حسای ما اطلاعات وارد مغز ما میشه به عنوان یه سیگنال الکتریکی بسیار کوچیک، از زمانی که از یک طرف مغز به یک طرف مغز به طرف دیگه مغز میرسه یک دهم ثانیه طول میکشه. بنابراین ما در روز تقریبا حدود 1.5 تا 2 بیلیون فکر، چیزی که ما بهش میگیم فکر، از مغز ما رد میشه ولی ما فقط حدود 70,000 تاشو بهش آشنا هستیم. از این 70,000 تا هم یه 4-5 داشته که از صبح تا شب بهش گیر میدیم. بله 4-5 بهش گیر میدیم و به طور کلی مغز یه چیزی داره که تمایل به منفیگری داره، بهش میگن نگاتیویتی بایس همطور که شما میدونین. در این تمایل به منفیگری یه قسمت خیلی کوچیک مغز بالای گوش چپ به اسم امیگدلا هستش که تمام احساسات ما اونجا انجام میشه. امیگدلا در هر ثانیه 5 دفعه داره نگاه میکنه، مثل ماشین سکنر که حتما شما باش آشنایی دارید، نگاه میکنه به درون ما و به بیرون ما ببینه چه اطلاعاتی دورور ما هستش، چه افکارمون باشه، چه احساساتمون باشه، چه خاطرهامون باشه، چه یه ماشینی باشه که به سرعت داره طرف من میاد. اینا رو 5 دفعه در ثانیه سکن میکنه ببینه آیا هیچ گونه از اینا ممکنه خطری برای جون من داشته باشه یا نداشته باشه. بنابراین وقتی ما میگیم یه نفر آدم منفی هستش، برین ما دائما داره مقدار زیادی، اگر 5 رو در 1 ثانیه حساب بکنیم میشه 300 تا در 1 دقیقه، میشه 18,000 تا در 1 ساعت. اگر به 16 ساعت بیداریمون نگاه بکنیم حدود 300,000 افکار منفی داره به ذهن ما وارد میشه. بنابراین همونطور که شما گفتین ما این مقدار خیلی کم اینا رو میگیریم و بعد تمام تمرکزمون در روز روی اونا میشه که حالا دلیلاش هم هستش که میتونیم صحبت بکنیم. حالا برمیگردم سر حرف اصلی. چون شما کتابی رو که نوشتین در حقیقت دلیلش اینه که چجوری با شناختی از مغز خودمون، ذهن خودمون، افکار خودمون و برداشت‌هایی که ما می‌کنیم رفتارهایی رو به وجود بیاریم که بعد اون حالت مستوری و سلف مستوری برامون به وجود بیاد. درسته. چیزی که شما خانم دکتر گفتید این استش که مستری رو به عنوان کارهایی رو که ما می‌کنیم پیشنهاد کردید. مستری رو جوری که من بهش نگاه میکنم کار چیزی هست که درون ما اتفاق میفته، چون ما توی دنیای زندگی میکنیم که به اعمالمون نگاه میکنیم، به اعمال نتیجه داره و اعمال نتیجه داره، ولی وقتی اعمال رو نگاه میکنین یه رودخونه جوری که یک آبی در یه رودخونه حرکت میکنه به آب کاری نداره، به اون شیپ رودخونه کار داره. اون بستر رودخونه جوری که میپیچه، جوری که بالا پایین میره، که جوری که سنگ هست، جوری که سنگ نیستش، اجازه میده، هدایت میکنه که این آب به چه طرفی بره، چه جوری حرکت بکنه، سرعتش چقدر باشه، آیا به اقیانوس برسه، آیا به اقیانوس نرسه. افکار ما بستر اعمال ما هستن و تا ما اعمالمون رو، افکارمون رو باهاش کنار نیاییم و افکار زائدمون رو کنار نذاریم، اعمالی که انجام میدیم یا به جایی نمیرسن یا اگر به جایی برسن در اون زمان یا سکته کردیم یا کانسر گرفتیم یا زخم معده پیدا کردیم یا از بیخوابی یا از استرس و غیره و غیره، که این فنامنای زندگی قرن 21 شده و در حقیقت در راستای اون هدفی که داریم یا جایی که دلمون میخواد برسه نخواهیم رسید، اگر که اون همطور که فرمودید اون رودخونه و بستری رو که فکرمون هست رو تنظیم نکرده باشیم. درسته. بنابراین برگردم به سوال شما، این هستش که مستری
مستری جوری که من به مستری نگاه میکنم و این جایی هستش که به اصطلاح ایسترن و وسترن میتونن همدیگر رو کامپلیمنت بکنن، این هستش که ایستر نگاه میکنه که ما افکارمون از کجا داره میاد و افکارمون رو به عنوان هدایت کننده رفتارمون نگاه میکنه. سیستم‌های شرقی درسته. سیستم غربی نگاه میکنه که ما چجوری اعمالمون رو حرکت بدیم. بنابراین کتاب‌های بسیار زیادی هستش که وارن بافت صبح چی میخوره، چه کتاب نگاه میخونه، استیون جابز چجوری کلنز میکنه، آدم‌های ساکسسفول چی کار میکنن، و ما فکر میکنیم که با تقلید کردن اعمال یه نفر دیگه ما هم میتونیم به اون نتایج برسیم. جناب سالینی، یکی از مواردی که داشتیم صحبت میکردیم این که کاگنیتیو بیهیویرال ساینس رو که وقتی شما نگاه میکنین فقط مسئله این نیستش که اعمال رو نگاه میکنین، یعنی فکر میکنه که فکر رو باید عوض کرد که اعمال عوض بشه. قسمت سیستم شرق رو که شما فرمودین فکر رو نگاه میکنه، اونو اگه برای ما باز بکنین، چون من توی ذهنیت من این میومد که سیستم شرق حتی قبل از فکر رو داره اون فضاشو به وجود میاره، یعنی یک حال و هوایی رو نگاه میکنه به وجود بیاره که تازه فکر توی اون نقش پیدا بکنه، مثل این که حالتی یه بیینگی قبل از اون فکره که داره میاد. اینو من تصورم بود تو چیزایی که خونده بودم. مثلا همین شما وقتی فرمودین شرق فکر رو نگاه میکنه، میخواستم اون رو یه مقدار باز کنین از تجربیات خودتون. با کمال میل. چیزی رو که شرق و چیزی که من از فلسفه شرق باهاش آشنا هستم که بیشتر بودیزم و زن هستش، چیزی رو که اون آفر میکنه این هستش که اگر ما مایندمون رو، ذهنمون رو به بالانس طبیعی خودش برگردونیم، تمام چیزهایی که میخوایم، تسلط به خود، حرکتهایی که در زندگی میخوایم بکنیم از جایی میاد که وقتی فکرمون پریشان هستش این تسلط از بین میره. بنابراین آیا چیزی غیر از خارج از برنامه مایند وجود داره؟ در سیستمی که من باهاش کار کردم مایند همه چی هستش، و چون تنها رابطه ما با مایندمون از طریق افکارمون هستش، یعنی اگر همون سه پله رو اگر نگاه بکنیم، مغز ما اینجا هستش، مایندمون زیرش هستش، و تنها جوری که ما میتونیم به مغزمون برسیم از طریق افکارمون هستش، و همطور که خود شما میدونین تمام تحولات و تغییرات اساسی و چیزی که ماندگار هستش در قسمت مغز انجام میشه که همون کانسپت نوروپلاستیسیتی باشه. بنابراین اون قسمتی که باز من آشنایی دارم این هستش که همه چی در آرامش فکر به وجود میاد. وقتی که فکر آرام باشه تمام چیزهایی رو که ما دنبالش میگردیم میتونیم راحت‌تر بهش برسیم، و این چیزی هستش که مادر نیورساینس هم همین رو میگه. و فرمودین که وقتی که ذهن قراره که به بالانس خودش برسه، و شما میفرمایین وقتی که حالا جریان چیزه کچ 22 اول مرغ یا تخم مرغ، درسته، آیا اول فکر آرامش پیدا میکنه، بعد از اینی که فکر آرامش پیدا کرد ذهن به بالانس میرسه، یا اینی که ذهن به بالانس میرسه که فکر آروم میشه، یا یه جوری هر دوشون با هم دیگه بالاخره باید کاری بود. درسته، سوال خیلی خوبیه و سوالیه که خیلی پیش میاد و سوالی بود که یکی از چیزهایی بود که من رو پیش برد در این کاری که کردم. اینجا هستش که ساینس جدید خیلی کمک میکنه. به اصطلاح فلسفه غرب شرق میگه که شما برای اینکه افکارتون آروم بشن آگاهی حضور باید پیدا بکنین، تمرینات ذهن بکنین که مدیتیشن باشه، و که البته در زمانی که این صحبت ها شد، زمان بودا که 2500 سال پیش بودن، زندگی خیلی آرومتر بودش، این کار واقعا میشد کردش و به سر کوه هم خیلی قاعدتا راحت تر تا لس آنجلس و نیویورک. دقیقاً. و تمام ریسرچ هایی هم که الان داره در میاد که میگن اگر شما در 8 هفته روزی 20 دقیقه این آگاهی ذهن رو پیدا بکنین، اون عوض شدن نوران های برین اتفاق میفته. همشون کاملا درست هستن، ولی واقعا ما وقتشو میذاریم که 20 دقیقه در روز هر روز این کار رو بکنیم، و چیزی که گفته نمیشه این هستش که این
قابل تغییر کردن مغز دو طرفه هستش. هم میتونه خوب بشه هم میتونه بد بشه. و وقتی که ما 8 هفته این کارو بکنیم، مثل اینکه من به شما بگم بیاین با هم یه غذایی بخوریم، برای بقیه عمرمون کافیه دیگه. هم چیزی اتفاق نمیفته. بنابراین ما یه تکنیک های احتیاج داریم که بتونیم در زندگی روزمره ازش استفاده بکنیم. در زمانی که من یک صحبتی با کسی میکنم و اون صحبت منو به یه طرفی میبره که مغزم ناآروم میشه، من تکنیک های احتیاج دارم که در اون زمان بتونم استفاده بکنم. دقیقا نگم حالا صبر کن من برم بیست ایرام بگیرم بشینم، مدیتیت بکنم و برگردم. و حالا تو زندگی معمولی شاید یه جوری بشه اینو کاری کرد، ولی در زندگی کاری corporate world که همه ما جوری توش بودیم و هستیم و خواهیم بود، تقریبا این نشدنی هستش. در ضمن ما انسان ها با ابزار خیلی راحت هستیم، به دلیل اینکه جوری که ما اِوالو شدیم، جوری که رشد کردیم تا اینجا رسیدیم، این بودش که نگاه کردیم که ما تا الان میرفتیم یک دونه گاو رو میگرفتیم، باش کشتی میگرفتیم، بعد میزدیم زمین، بعد خفش میکردیم، بعد پوستش رو میکردیم، بعد دیدیم خب اگر یه چیز تیزی درست بکنیم و پرت بکنیم راحت تر میشه. بعد دیدیم سردمون شده، دو تا سنگ رو به هم زدیم و آتش درست کردیم. بنابراین مغز ما با کار کردن با ابزار خیلی راحت هستش و خیلی راحت این رو میپذیره. بنابراین اگر به مغز ابزاری بدیم که بتونه باهاش راحت کار بکنه، بتونه باهاش نتیجه بگیره، خیلی سریع خودش رو عوض میکنه. و یکی از قسمت‌های مهمی است که هم تو که شما میدونی من تو این کتاب توضیح دادم. دقیقا. نگاه کردین به اینی که چجوری از یک برداشتی خودتون رو بیارین به یک رفتاری و اینها رو قسمت به قسمت کردین. درسته. به اینی که وقتی که یک برداشتی اتفاق میفته، یک مثل یک قسمت از مغز داره اون ترافیک رو کنترل میکنه. درسته. بعد خب احساسات میاد، چون در اصل احساساته که خیلی از این اون رودخونه رو که داشتین میگفتین، مثل اینکه احساسات پیچ و خماش و احساسات داره به وجود میاره و دقیقا میگه که کجا بره. و بعد خب کمیستری مغزه که اون مثلا که فارمسی، مثلا یه داروخانه ای که بر اساس به خاطر اینا اون داروخانه شروع میکنه کار کردن و عملا کمک میکنه. اگر که بخوام این رو توضیح بدین، بازش بکنین برای دوستان که از یک برداشتی که در ذهن اتفاق میفته تا رفتاری که اتفاق میفته چه پروسه‌هایی داره درون یک انسان اتفاق میفته. حتما. وقتی که سیگنال هایی که ما از طریق دیدهامون، از طریق چیزی که میشنویم، اون پنج حسمون، این سیگنال ها وارد برین میشن، خیلی شاید یک هزارم ثانیه اینا به یه قسمتی میرن که من بهش میگم ترافیک کنترولر، درست مثل یک پاسبانی که سر یه چهارراه وایستاده باشه بگه ماشین از این طرف، شما از این طرف، شما از این طرف. این قسمت که تلموس ما باشه نگاه میکنه این سیگنالی که درون برین اومده چه اتفاقی باید بهش بیفته. اگر این سیگنال به من داره میگه که یه ماشینی خیلی سریع بداره به طرف من میاد، خیلی سریع مقدار خونی رو که باید به مغز من بره از مغز قطع میکنه، به پاهام میفرسته که من بتونم سریعا خودم رو از خطر نجات بدم. یه مقدار زیادی، یه مقداری از این سیگنالایی که میاد راجع به این هستش که چه اتفاقی در بدن من باید بیفته. همونطور که شما گفتین، این گلندولار سیستم من چه جور کمیکالایی رو در بدن بفرسته برای مسائل مختلف. یه مقدار زیادی از سیگنالایی که برای من میاد، اون ترموز خیلی سریع این رو میفرسته به اون قسمتی که من گفتم اسمش از امیگدالا، که قسمتی هستش که احساسات ما کنترل میشه، یعنی درست میشه اونجا و به قول معروف قسمت ترساز زندگی ما هستش و تمام احساساتمون اونجا انجام میشه. اونجا برین تصمیم میگیره که این سیگنال به کجا باید بره و خیلی سریع این سیگنال رو میفرسته به مموری سیستم ما، در جایی که این اطلاعات جمع میشه. چیز جالبی که راجع به برین هستش اینه که اطلاعات منفی رو سریعاً و بدون هیچ گونه قضاوتی در مموری شما نگه می‌داره، اطلاعات مثبت رو اگر در همون زمانی که چیز مثبت اتفاق می‌افته شما
سب نکنین و بین 15 تا 30 ثانیه روش تمرکز نکنین، اطلاعات مثبت رو کاملا از بین میبره. پس همین اکثر آدم ها مثل چیزای خاطره های منفی خاطره منفی خیلی راحت تر بیرون میاد تا خاطره های مثبت و دلیلش هم حفظ میشه و دلیلش هم خیلی ساده هستش. این نیستش که مغز ما دشمنمون هستش، دلیلش خیلی ساده این هستش که مغز میخواد تمام اطلاعات منفی رو خیلی نزدیک به خودش داشته باشه که اگر به جوری ما احساس آسیب پذیری برامون پیش اومد، چه از حالت فیزیکلی باشه چه از حالت احساسی باشه، خیلی سریع بتونه این اطلاعات رو بیرون بیاره و به اصطلاح کمک بگیره که دوباره اتفاقی نیفته و باقی بمونه. دقیقاً چیزی رو که شما فرمودید اینه که ماها یک مغز داریم we have one brain and two mind. یک مغز داریم ولی دو نوع ذهن مختلف داریم. دقیقاً. و آیا تو این مسیری که الان دارین تعریف میکنین این دو تا ذهن ها داره خودش رو نشون میده؟ 100% بله. که الان به وجود آورده. البته خیلی جالبه، وقتی من تحقیقات رو میکردم چیزی رو که برام پیدا کردم و خیلی جالب بودش این استش که رومی مولانا به این دوتا ذهن اشاره میکنه. رومی به این یکی از ذهن ها میگه عقل جز و به یکیش میگه عقل کل. و درست نوروساینس امروز که نگاه بکنین یکی از اونا اسمش از DMN Default Mode Network که اون قسمتی از مغز ما هستش که وقتی که ما مغزمون رو خودمون رو تمرکز به بیرون خودمون ندیم به صورت عادت برمیگردیم به Default Mode Networkمون و بعد عقل کلمون هستش که قسمت جلوی پریفرانتال کورتکس ما هست که به اصطلاح اون تفکر والا، اونجوری که ما میتونیم بهتر فکر بکنیم، یاد بگیریم، اوپن باشیم، فلکسیبل باشیم، اونجا اتفاق میفته. حالا قبل از اینکه من بیشتر این رو توضیح بدم، میل دارین شما و همینطور کسایی که برنامه شما رو نگاه میکنن اینو یه تجربه‌ای باهاش بکنین؟ حتما. من با کمال میل موش آزمایشگاهی خواهم شد. بنابراین و اگر شما هم میل دارین میتونین این چیزهایی رو که من به خانم دکتر میگم شما هم انجام بدین، ببینین تجربتون چی هستش. خیلی ساده و اونم این هستش که به یک چیزی فکر بکنین که در حال حاضر در زندگی خوشحالتون نمی کنه، براتون استرس به وجود میاره. احتیاج نیست بگین، اگه دوست داریم بگین، اگه نه که من میخوام همش نون خامه ای بخورم. عاشق شیرینی ام، میخوام نون خامه ای بخورم و نمیتونم، من اگه هر چقدر بخوام بخورم چاق میشم، اگه چاق میشم لاغر میشم. اون قسمتی این که براتون دوستان من با من هی نگاه میکنن الان 20 ساله اینجا چاق شد لاغر شد، گردن نون خامه ای هست. اون قسمتی از نون خامه خوردن و نخوردن که براتون استرس درست میکنه چی هستش؟ بیشترش اینه که در روز بدنم شیرینی میطلبه. درست. دائم. ولی زمانی که شیرینی رو بخورم، حالا شیرینی نه فقط به عنوان که شکر باشه بلکه حتی میوه هم بخوام بخورم، درسته، فوری اون مثل که مثلا مرکز اعتیادی رو به وجود میاره که شروع میکنه بیشتر ولع گرفتن. مثل که مثلا بعضیا یه چیزی رو دوست دارن دلشون میخواد بخورن، بعد که میخورن خب تموم میشه براشون دیگه، کامل میشه براشون. مغز معتاد من تموم نمیشه، شما اینقدر به شیرینی بدین حالا تازه شروع میکنه به ذوق در اومدن که بیشتر بخوام بیشتر میخوام، بعد شروع میکنه تمام روز به فکر این هستش و یک مثل یه جنگی اون وقت تو سر من که یه قسمت از وجود من داره از تیس باز استفاده میکنه، از چیزهای تصویری استفاده درسته. میکنه هر چیزی رو که شما بگین این قسمتی که ویار میکنه استفاده میکنه که یاداوری بکنه که برو بلند شو برو شیرینی رو بخور و بعد خب یه قسمت دیگه هی داره باهاش تنظیمش میکنه، ادبش میکنه، قرمون صدقش میره، دعواش میکنه، هر مدلی هست که گهگداری هم کوتاه میاد بالاخره شیرینی رو میخوره. میده بله. و گهگداری هم میبره و شیرینی رو نمیده. خارج از این برنامه هر موقع که شما شیرینی اضافه داشتین لطفا یه تلفن با من بکنین، با کمال میل خیلی سریع میام پیشتون. اون قسمتی که تمام این چیزایی که گفتین، اون قسمتی که استرس براتون درست میکنه، من حدسم این هستش که اگه من اینو بخورم چاق میشم، اگر چاق بشم لباسم تنم نمیره، مهمونی برم این کلنجار درونی. خیلی اجازه بدین که این حس یا هر حسی که شما هم دارین باهاش تمرین میکنین درونتون بیدار بشه، بذارین افکار درونتون بیدار بشه و به اوج خودش برسه.
تمام چیزایی که بدی که میخواد اتفاق بیفته اتفاق افتاده. بذارین حالا این احساساتش به شما برگرده که وقتی این چیزای بد براتون اتفاق بیفته چه حسی بهتون دست میده. اوکی. خب حالا خیلی ساده این بگم حسامو اگه میل دارین بگین حتما. حس چه جالبه، حس هم غمه هم شرمه هم شکسته، مثل این که مثلا قرار بوده که من دیگه اینو بتونم مهات سلف مستوری، این همه مسائل اساسی زندگی بوده من رد کردم یکونه مقامه ای نمیدونم رد کنم، یه حالتی که میدونی احساس ناتوانی راجب چیزی که قاعدتا قرار نیستش که مهم باشه. دکتر جان خیلی عمیق رفتیم از نونخامه ای به شرم رفتیم. من روان شناسم از نونخامه ای به شرم کجا رفتیم؟ گرفتاری منی؟ بس که یادتون رفته با روان شناس نه تا بریم ما شیرجه میزنیم توی یادم اومد Very good. کار شما سخت‌تر شد بتونین از اون عمق دوباره بیارین بالا. اشکال نداره، حالا امتحان میکنیم با هم دیگه. وقتی که شما میخواین یه چیزی رو لمس بکنین، این دو تا انگشتتون رو با هم مثلا یه پارچه میخوام بخرین، میبینن این خیلی خیلی راحت این دو تا انگشتتون رو با هم بیارین، سه تا انگشتتون رو با هم بیارین و خیلی راحت این رو بذارین روی پاتون که دستتون خسته نشه و شروع بکنین انگشتاتون رو با هم ساییدن. چشمتون رو میخواییم ببندیم باز باشه، هر جوری که میل دارین هیچ فرقی نمیکنه. و هر موقع فکری براتون پیش میاد تمرکزتون رو برگردونین به احساسی که بین انگشتاتون به وجود داره میاد. برگردید به احساس انگشتاتون، گرمای بین دو تا انگشتتون، آیا سافت هستش آیا سافت نیستش، هر موقع افکارتون جای دیگه میره دوباره برگردونین به اون حس بین دو تا انگشتتون که با هم دارین به هم میسابینش. کارتون رو برگردونین به حس بین دو تا انگشتتون. حالا همینطور که افکارتون رو برمیگردونین به حس بین دو تا انگشتتون، سعی کنین دوباره به اون چیزی که قبلا در فکرتون بود فکر بکنین و تمرکزتون کاملا بین دو تا انگشتتون باشه و سعی بکنین اون فکر رو هم برگردونید. نمیشه که. تجربه شما چی بود دکتر؟ نه تنها نمیشه، کلمه من میگه نمیشه. تجربه اینه که هی میرفت مغزم تا شما میگفتی برمیگشت، دوباره میرفت دوباره برمیگشت. بعد جالب اینجوری شد که هر وقت هم که مدلی که استروک میکردم چشمامم همونجوری شروع کرد به چرخیدن. یعنی اگر که حالت دایره داشتم میکار میکردم چشمامم شروع کرد دایره چرخیدن، اگر که در راست و چپ بود چشمامم شروع کرد راست و چپ رفتن. بعد هی آسون‌تر شد، یعنی هر مدتی که گذشت البته با اینکه هم یادآوری می‌کرد یعنی آسون‌تر شد به اینی که بمونم توی اون فضا تا اینکه هی مغزم بره و برگرده. بعد که فرمودین که فکر رو برگردون، رفتم اونجا و گفتی صبر کن باید همونجا بمونی، دیگه نمیتونستم برم، مثل اصلا فکر یه جای دیگه است، اینجا یه جای دیگه است و من نمی‌تونم در آن واحد دو جا باشم، بعد میمدم توی اینجا. بعد تنها فکری که دیگه میومد هی میگو نمیشه نمیشه. حالا اگر شما این رو ادامه بدین و بعد فکر کنین به اون لغتایی که استفاده کردین، شرم بود، حیا بود، هر چی بود، احساسات، این اون احساسا، این رو ادامه بدین و سعی کنین به اونا فکر بکنین برای چند ثانیه. و کاری که من دارم اینجا میکنم این استش که از یک طرف قسمت مغز که به اصطلاح ما عادت داریم بریم به طرف قسمت دیگه که درونش یادگیری به وجود میاد. یعنی
احساسی نیستش الان، فقط تنها چیزی که هست حضور داشتن کامل. حضور داشتن. فکر میکنین از این جایی که الان هستین تصمیم گیری و روی تصمیم موندن براتون راحت تر هستش یا در جایی که قبلا بودید؟ اینجا یک فضای خیلی بازیه که در به خاطر باز بودنش و امسکی شروعه تو اون فضا میشه، در که اون یکی فکر و احساس تمیز نبود، یه رنگی پریشانی. داشت پریشانی، بله، و به خاطر همین هر به نظر میاد هر تصمیمی که بگیرم از جایگاه اون پریشانی داره خودش رو شروع میکنه تا اینی که از یک جایگاه بسیار بسیار راحتی. و دقیقاً شما فرمایید 20 دقیقه در روز آوردین اینجا یه به چند دقیقه. بله، و این یکی از تکنیک‌های دیگه هم که در کتاب من توضیح میدم دقیقاً به همین سری هستن و اینا تکنیک‌هایی هستن که واقعاً علم اینا رو ثابت کرده و در زندگی پرسرعتی که ما این روزا میکنیم ما احتیاج به ابزاری داریم که خیلی سریع ما رو برگردونه. حالا این برگشتن چه کمکی به ما میکنه؟ اگر برگردیم به قسمت اول صحبتمون، این هستش که تمام تحولات و تغییرات عمیق و پایدار فقط در قسمت مغز انجام میشه. هر مقداری که ما خودمون رو از این پریشانی در بیاریم و به قسمت دیگه مغزمون که به اصطلاح executive functionمون هستش، اون جایی که ما بهتر میتونیم فکر بکنیم، flexibleتر هستیم، بازتر هستیم، خودمون رو به اونجا ببریم، اون یک تریلیون نورانی که ما در برینمون داریم شروع میکنن نوعی که مقدار کمیکال و مقدار الکتریکال چارجایی رو که میفرستن اینا شروع میکنه تغییر کردن. و خیلی دقیقا مثل این که من یه دونه قیچی باغبونی بردارم و برم توی باغ و یه گل روزی رو که خوشم نمیاد یا استفاده نکردم سرش رو بچینم، بعد از یه مدتی که ما نورانهای برینمون رو استفاده نکنیم، این نوران ها درست بهش میگن نورال پرونینگ، و پرونینگ درست همون قطع کردن هستش. این نوران ها از بین میرن و نوران های جدید براشون بکار تلفن میکنن میان. بله، الان که تلفن کردن که آمدن هستن. نوران ها تلفن کردن، بله، منتظرن بیان پیشتون. آمدن هستن، بله. با پوزش کامل که این تلفن رو ما قطع نکرده بودیم، ولی خب نوران ها خواستن تلفن بکنن، حتما بیان کنار شما. درسته. هر تصمیمی که همونطور که خود شما تجربه کردین، ما از اون مرحله پریشانی، از ترس، از ناآگاهی میگیریم و حالا برمیگردیم به اول صحبتمون که آیا مستری چی هستش. مستری این هستش که ما بتونیم ذهنمون رو هدایت بکنیم، و یه چیز خیلی مهمی که اینجا هستش، هدایت و کنترل دو چیز کاملا مختلف هستن. این خیلی مهم هستش که ما این رو یه ذره بهش نگاه، بله، بکنیم. بله. هدایت اون هستش که من یه جهتی دارم میرم و میگم برای این که به این جهت رفتن من این کارها رو باید بکنم. چیزی رو که من میخوام کنترل بکنم این هستش که فکر میکنم out of control هستش، وگرنه من احتیاج به کنترل چیزی ندارم که out of control باشه. خب تلفن شد که بگین دوباره توضیح بدین. ببین، چیزی رو که از صحبت شما میشنوم اینه که اگر هدایت داریم کنیم، چون طریقی که شما دارین توضیح میدین، چون هر کسی، هر بیننده ممکنه که یک توجیه به خصوصی تو ذهن خودش باشه برای این یه تعریفی داشته باشه، چون دلم میخواد حتما تعریف شما رو بشنویم. میفرمایین که وقتی که راجع به هدایت دارین صحبت میکنین، اون مسئله هدایت کردن اینه که من یک هدفی دارم، بله، هدف رو میشناسم، میدونم، بله، که کجا هست، بله، و بعد شروع میکنم قدم هایی رو برداشتن که برم به طرف اون هدفی که دارم. صحیح. بعد کنترل رو آوردین توی مسئله حسی، یعنی عملی نیست، هدایت تو قسمت ذهنی آوردم. آوردین تو قسمت ذهنی. درسته. که اگر که من حس این رو داشته باشم که کنترل نمیتونم بکنم، بعد در مسیر هدایت اون حس کنترل نکردنم فضایی به وجود میاره که اون وقت میخوام کنترل کنم، ولی اگر که بدونم که این هدفمه و دارم میرم جلو، بعد حس کنترل نخواهم داشت. برگردیم یک دقیقه به تجربه خود شما. اوکی. کنترل کردن این که من نون خامه ای نخورم، چجوری کنترلش میکنید؟ چیکار میکنید کنترلش کنید؟ زمانهایی که و وقتی سعی کردین کنترل زمانهایی که واقعا کنترل میکنم،
بعد خودم رو برگردونم، یعنی هی میرم به طرف میرم به طرف اون هدفی که دارم در حقیقت. درسته. مثل یه چیزیه که منو میکشونه این و بعد دوباره من برمیگردم به هدفی که دارم که حالا به خودم قول دادم فرضاً لاغرشم شیرینی نخورم. دقیقاً. بنابراین کنترل راه رو سخت و زیاد میکنه، هدایت راه رو مستقیم میکنه. حالا تو جریان اگر که قرار باشه که هدایت بکنم versus کنترل بکنم چه تفاوتی خواهد بود توی این مسئله مخامی؟ همون تفاوتی که شما بین دوتا افکارتون پیدا کردید. افکار اولی براتون شیم و نگرانی و این و اینو پیدا شد و دلیل خیلی مهمی که کنترل کار نمیکنه خیلی ساده هستش، ولی یه تضادی هم توش وجود داره. اونم این هستش که ما توی یونیورسی دنیای زندگی میکنیم که هیچ گونه کنترل راجع به هیچی نداریم. بله. راجع به هیچی کنترل نداریم. عملاً نداریم. بله. عملاً فلسفی و برای مغز ما کنترل خیلی مهم هستش. اونو متوجه هم. فقط تفاوت کنترل و هدایت رو شد. برای که هدایت کنترل تو ذهن من جوری که تفسیر میشه اینه که یک فضایی رو من دارم میبرم به یک طرف. درسته. به یک اصراری، چون کنترل معمولا حالت اصرار توش میاد. پافشاری توش درسته. میاد. درسته. مثلا حالا دارم رانندگی میکنم، توی فضای رانندگی که دارم میکنم ممکنه اون لحظه درسته که دارم هدایت میکنم ولی الزاماً اصراری توش نیست، مگر اینکه فکر کنم یه نفر داره میاد جلو من میپیچه، بعد دیگه مخصوصا حضور پیدا میکنم که نذارم مثلا یه کاری رو انجام بده یا برم. یعنی کلمه کنترل و حس اینی که من باید کنترل بکنم یک اصراری توش میاد و شما میفرمایین این اصراری که داره توش میاد کارو سخت‌تر میکنه. اگه من اصرار رو رها کنم و فقط هدایت بکنم به هر صورت به اون هدف من میرسم. اینو میشنوم ازتون. کنترل از ترس میاد، هدایت از ترس نمیاد. وقتی من میخوام ایسی رو کنترل بکنم اون فرضیهی که دارم این هستش که من کنترل ندارم و برای مثل برین ثابت کردن یک چیز منفیه. دقیقا و برین من چون دائما دنبال کنترل میگرده تا من میخوام ایسی رو کنترل بکنم برین من میگه منو نمیتونی کنترل بکنی، بنابراین جنگ درونی به وجود میاد، بنابراین پریشانی به وجود میاد و کاری که ما میکنیم خیلی راحت میگیم خیلی خب من که راجع به این کاری نمیتونم بکنم دیگه، بهترین کارم رو کردم دیگه، دنیا اینطوریه دیگه، خدا خواست. و بعد اونجایی هستش که میخوایم یه چیزی رو کنترل بکنیم و چون نمیتونیم کنترل بکنیم ذهن ما خیلی خوب هستش که یه دلیلی برای کاری پیدا بکنه، ولی وقتیش بخوایم هدایت کاری رو بکنیم از ترس دیگه نمیایم، موتیویشنمون عوض شده. حالا بنابراین اون مقدار کمیکال هایی که در برین اتفاق میفته کاملا با ترس فرق میکنه، بنابراین نگاه میکنیم ببینیم امکاناتمون چی هستش، چجوری راحت تر میتونیم به هدایتمون برسیم، اگر به اینجا نرسیم چجوری میتونیم به جاهای دیگه برسیم که به این نزدیک باشن. بنابراین کنترل از ترس میاد، هدایت از حالا غیر ترس اسمش چی هستش بگیم، خواستن میخواد، آرامش میخواد، از خواستن میاد. فرق اصلی کنترل و هدایت این هستش و فرق اصلی مستری و کنترل هم این هستش. یعنی مستری رو از جایگاه هدایت میبینم. مستری رو از جایگاه هدایت میبینم و اگر با کنترل اشتباه بشه اون اثری رو که در زندگی ما داره کاملا فرق میکنه. اولین کاری که کنترل میکنه اطمینان دیگران رو نسبت به ما از بین میبره، چون هیچ کسی نمیخواد کنترل بشه. بنابراین روابطمون خیلی راحت از بین میره و ما فکر میکنیم خب من دارم ایسی رو کنترل میکنم، من اینو به خاطر اون کس دارم میکنم، به خاطر اینکه بچه‌م هستش، به خاطر اینکه خانمم هستش، به خاطر شوهرم هستش، ولی در قسمت خیلی عمیقی این تراست، این اطمینان از بین میره. و همونطور که خود شما به عنوان سایکولوژیست میدونین وقتی اطمینان بین هر ریلیشنشیپی از بین بره اون ریلیشنشیپ تموم شده هستش. یک مبحث دیگه که برای من اومد داشتون صحبت میکردین اینه که اون اصراری که داره یک مسئله رو هدایت میکنه چون توش اصرار هست فقط و فقط راه هدف رو میبینه و میره جلو و از بین میره تمام اون اطلاعات و ریسورس هایی که اطراف هست و برای شما باز هست، ولی چون شما فوکوستون روی کنترل هستش اینا رو دیگه نمیبینید. حالا چیزی که فکر میکنم مهم هستش که بینندگان شما هم بهش فکر بکنن این هستش که
اصرار نکردن با به اصطلاح لیزی بودن دو چیز کاملا مختلف هستش. اینکه من اصرار به کاری نمی کنم این نیستش که من از صبح روی کاوچ میشینم تلویزیون نگاه میکنم و پیتزا میخورم یا هر چیز دیگه. فکر خوبیه. فکر خوبیه. نمخامه بعد شاید اول پیتزا بخوریم بعد نمخامه. اصرار فکر خوبیه، فقط به هدف نمیرسیم. درسته. دقیقاً. وقتی که ما اصرار به کاری نمی کنیم اون سیستمی که درونمون به وجود میاد، جوری که ذهنمون کار میکنه، جوری که افکارمون کار میکنه، دقیقا مثل قسمت دومی میشه که شما توش بودین. همونطور که خود شما گفتین، شما میبینین چه ریسورس های دور و برتون هستن، چجوری از خودتون میتونین مفیدتر استفاده بکنین، چجوری میتونین به هدفتون برسین قبل از اینکه مواتون بریزه، قبل از اینکه سرطان بگیرین، قبل از اینکه استرس داشته باشین، بیخوابی، الکلیزم و غیره و غیره و غیره. یعنی برای رپ اپ کردن صحبت که داریم میفهمین، کتاب You Lead You Only You Can Lead Yourself to Where You Want to Go و کتاب هست The Neuroscience of Self-Mastery. فضایی رو که شما میتونین دریافت بکنین در این کتاب، گفتاری که میتونین و تحقیقاتی که میتونین دریافت بکنین از قسمت چطور مغز کار میکنه شروع میشه، توضیح دادنه که فکر و ذهن چجوری کار میکنه و بعد میره به تکنیک های خیلی خیلی ساده و سیمپل ولی که کارایی داره، کلیدیه، به شما داده میشه برای اینکه یاد بگیرین چجوری زندگی خودتون رو هدایت کنین. قصد من بر نوشتنش همین بود و قصد دیگه من این بودش که این رو انقدر ساده بنویسم که اولا خودم بفهمم. چون اینشتین یه حرف خیلی خوبی میزنه، میگه اگه چیزی رو به سادگی نتونید بگین خودتون هنوز نفهمیدنش. بنابراین من سعی کردم و توی این نوشتن شاید کسی که بیشتر از همه از این کتاب نوشتن منفعت بود خود من بودم. و بنابراین کتابی خیلی ساده نوشته شده و امیدوارم که برای کسایی که میخونن بتونه کمکی باشه. چه اشخاصی رو فکر میکنین که میتونه کمک بکنه؟ کسانی هستن که دارن کار میکنن، توی یک حرفه‌ای هستن، آیا کسانی که توی کورپوریت ورلد هستن به خاطر اینکه بک‌گراندتون اونجاست، یا اینه که هر کسی در هر شرایطی که یه مقدار آرامش درونی در حقیقت میخواد و این تشویش و التهاب و اضطرابی که وجود داره رو داره آرامش بهش میده میتونه استفاده کنه؟ فعلا تمام انسانیت راجب خوشحالیه. هر کسی که هر کاری میکنه، کسی که میخواد خونه 2 میلیون دلاری داشته باشه، کسی که میخواد 4 تا خونه داشته باشه، کسی که میخواد خانواده داشته باشه، میخواد کار خوب داشته باشه، میخواد وکیشن بیشتر بگیره، تا اون کسی که تو آفریقا اگر هفته یه غذا بخوره خیلی خوشحال هستش، همه ما در جهت خوشحالی داریم پیش میریم. هر کاری که میکنیم این هستش که خوشحالی خودمون رو یک جوری گارانتی بکنیم و آرامش و آرامش. چون آرامش نباشه خود دقیقاً. حالا شما پرسیدین این کتاب برای کی خوب هستش، این هستش که با همه کارهایی که ما میکنیم، آیا در کورپوریت کار میکنیم، سایکولوژیست هستیم، کتاب مینویسیم، مغازه داریم، هر کاری که میکنیم در آخر روز و در بین روز با یه نفر زندگی میکنیم، اونم خودمون هستش. بنابراین اگر اون آرامش رو، به هیچ کسی هم آرامش به ما نمیتونه بده به غیر از خودمون. و چیزی رو که من به همه میگم راجع به کتاب این هستش که اگر فکر میکنین که وقت تمرین ها این کتاب رو ندارین که شاید 5 دقیقه در روز باشه، کتاب خوندم نفعی نخواهد داشت، چون فقط تمرین هستش که ما رو به جای میرسونه. صدها هزار کتاب وجود داره، میلیون ها سمینار وجود داره، ولی همطور که میبینیم ماها به عنوان انسان ها تغییرهای زیادی نکردیم. بنابراین این کتاب مال هر کسی هست که بخواد با خودش آرامش داشته باشه. و تو انگلیسی یه چیز خیلی خوبی میگن که فارسی شو شاید میگن live and let live. زندگی کن، بذار دیگران هم زندگی بکنن. و واقعا وقتی که شما کتاب رو میخونین، تجربه ای رو که جناب صالحینیا داشتن و توی فضای شرق و غرب تجربه شده و در کنار هم اومده رو شما هم تجربه میکنین، یعنی توضیحات از جایگاه تکنیک های غرب براتون میاد، اونها رو میگیره و بعد تکنیک هایی رو که از شرق، دنیای شرق اومده رو به کنار اون گذاشته میشه و در این دوتا با هم مثل این حالت برمیاد که مثلا تور رو گذاشتین و بعد چون خیالتون راحته که دانششو دارین و اون تور زیر هست، بعد تازه میتونین اون بالا بالانس بزنین و رها درسته.
بکنین و تکنیک ها رو استفاده بکنین تا اون آرامش درونتون رو بر خودتون به وجود بیارین. در نتیجه هر لحظه اون سلف مستری براتون به وجود میاد. بله درسته. مرسی از این تشکر از شما. تشکر. فقط بگم که برای کسایی که روی آمازون این کتاب رو میخوان نگاه بکنن، You lead you با فقط با یک جمله باید نوشته بشه. این سه تا از هم جدا نیستن، چون اگر که جدا بنویسین کتاب رو پیدا نخواهد کرد. تو آمازون میتونین بزنین You lead you، میتونین بزنین ناصر صالحینیا به عنوان author، و یا اینی که راحت تر میتونین بریم به الان دارین نگاه میکنین www.youleadyou.net درسته، و میتونین از همونجا میتونین سفارش کاملا بدن. درسته، زیر یک لینکی هست به اسم The Book و اونجا کتاب هستش و اون قسمتشو که بزنین اونجا میشه سفارش داد. دقیقا. و خوبیش میدونین چیه؟ اینه که سمینارم دارن، یعنی اینه که شما اگر که خواستین تنهایی تو خونه اینو نخونین و تمریناتون رو انجام بدین، سمینار هم دارن که میتونید همون برید youleadyou.net و راجع به سمینار هم بدونین که 8 هفته است، درسته؟ 6 هفته 1 ساعت در هفته. 6 هفته 1 ساعت در هفته در لس آنجلس؟ والا هر جا در لس آنجلس، و من این کار رو آنلاین میکنم. Perfect. بله. گروهایی که بخوان آنلاین بکنم، من این کارو برای صدها نفر آنلاین کردم و با موفقیت. وبینار داری؟ بله درسته. خب پس برای برای کتاب You Lead You و برای وبینارهای You Lead You هر دوش حتما تشریف ببرید به تارنمای youleadyou.net و مرسی باز از این تشکر از شما. انشالله باز هم تشریف بیاریم با تمرینات بهتر، کتابهای بهتر، که میدونم دومین کتاب در وضعی نوشتن. درسته. تشکر میکنم از شما. از شما عزیزان ممنونم که با ما بودید. تا هفته آینده، روز و شبتون خوش. چرا ما؟ برای اینکه راجب من و توه، من و تو، و در رابطه یک زن و مرد، رابطه ازدواج، رابطه عاطفی، رابطه‌ای که من با خودم دارم، هر انسانی قسمت های مختلف وجودش رابطه با هم داره، رابطه‌ای که ما زنها با هم دیگه داریم، من با من با شما، شما با شما، همه با هم، یعنی ما. چی شد که ما رو انتخاب کردی؟ خانم مهناز عطارها که جایزه بردن در رمان نویسی، با هم نشستیم صحبت کردیم، دوست داشتیم که یک تونه کتابی بنویسیم راجع به ابعاد مسائل روانشناسی که خوشگم نباشه، چون دائم من راجع به روانشناسی صحبت میکنم، ولی در حالت داستان باشه و تمام ابعاد ارتباطات یک شخص رو با خودش، مخصوصا زن با خودش، و بعد زن با مرد، و زن با بقیه زنها، و زنهایی که نسل در نسل چجوری پیامها رو به هم نگه دادیم، در این کتاب در کنار هم اومد و به خاطر همین اسم ما رو گرفته. یکی از نوین ترین کتابهایی که نوشته شده، چون روانشناسی هستش که در روبان رفته، دو نفر در کنار هم اومدن با دو تا تخصص مختلف، این رو در کنار هم آوردن و نه تنها از نظر ادبی خیلی غنیه، بلکه حالت درمانی هم داره. من اونجا رسیدم که رفته یه اتاق اجاره کرده تو خونه، توی یه خانواده پولدار، و دلیلش هم این بوده که رفتم این کارو کردم به خاطر که پولدارا از بس سرگرم زندگی خودشون هستن دیگه کاری به کارت ندارن. من فکر میکنم که تو این کتاب من، شما، شما، هممون میتونیم خودمون رو پیدا بکنیم، یعنی ابعاد مختلف. و من به این نتیجه رسیدم با خوندن این کتاب، هنوز آخرش نرسیدم، همون جایی که هستم تا حالا رسیدم به این جایی که چقدر ما دردهای مشترک داریم، چقدر ما به هم شبیهیم و فکر میکنیم غریبه ایم، و این ما رو به ما معرفی میکنه. و فضای ابعاد پیام های سنتی که نسل در نسل برای ما اومده، تا زندگی های امروزمون رو، تا شخصیت امروزمون رو، تا روابط عاطفی ما رو و صمیمی ما رو به وجود بیاره، از اون فضای سنتی به فضای مدرنیته و چجوری تمام اینها در
وجود ما و در ارتباطات ما خودش رو نشون میده در این کتاب گذاشته شده که تک تک شما به قسمتی از اون میتونین نگاه بکنین و حسش بکنین چون در زندگی شما هم هست. چرا آقایون این همه طرفدار ما شدن؟ من در جایی که بودیم و این کتاب ها روی بوت شما بود و ایرانیان امریکن وومنز با هم بودیم، چرا اینقدر آقایون تو صف بودن و استقبال میکردن؟ چون به هر حال شرح زندگی یه خانومه. آقایون هم در ارتباط با خانم ها، مادرشون، خواهرشون، همسرشون، فرزندانشون، دخترشون. و یکی از مواردی که این کتاب راجب صحبت میکنه راجب رابطه عاطفی با آقایون و قسمت هایی رو که ممکنه که اونها هم پیام های فرهنگی راجب رابطه عاطفی و ازدواج داشتن و اون رو چجوری نگاه میکنن و قسمت های نوینی رو که میتونن نگاه بکنن رو لذت میبرن ازش، چون در این کتاب شاید درک بکنن که ابعاد ذهنی و احساسی یک زنجیه که خیلی به دردشون میخوره.